سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همچنین فرانسه آلاسان واتارا را به عنوان رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت شناختند لوران باگ با دیگر مدعی ریاست جمهوری که انتخاب به وی توسط شورای قانون اساسی ساحل آج به تایید رسیده در گفتگویی با یورونیوز به عملکرد فرانسه انتقاد می کند. وی میگوید در رابطه با کشورهای فرانسه زبان در آفریقا اتحادیه اروپا دنبال روی فرانسه است و از عملکرد فرانسه پیروی می کند. در این مورد فرانسه به شکل بدی عمل کرده است و در تهیه تمام قطنامه های سازمان ملل علیه ساحل آج نیست رد پای فرانسه دیده می شود. وی میگوید به این عملکرد فرانسه اعتراض کرده است. لوران بوکبو دستور خروج نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را از ساحل آج صادر کرده است درباره احتمال جنگ داخلی او میگوید فکر نمی کنم شاهد یک جنگ داخلی باشیم اما اگر فشارها به همین شکل ادامه پیدا کند تمام مسئولیت شروع یک جنگ داخلی به عهده آنها خواهد بود وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورت وقوع جنگ داخلی آیا حاضر است از قدرت کناره گیری کند میگوید حتی اگر همین لحظه اعلام کنم که از ریاست جمهوری کناره گیری می معلوم نیست چه بر سر صلح در کشور می آید و هیچ کس نمی برقراری صلح را تضمین کند درگیری ها میان هواداران دو مدعی ریاست جمهوری در ساحل آج تا کنون دست کم 170 کشته بر جای گذاشته است. مشروع این گفتگو در پایان هفته جاری پخش خواهد شد.